درود و 200 بدرود. بازم برگشتیم با یه بسته تحلیلی. در آغاز برنامه میخوایم همراه بشیم با آقای واحدی با برنامه با موضوع حاشیه‌های مدیر کل لواطکار جمهوری اسلامی برای خانواده‌اش. در بخش دوم میپردازیم به کشته شدن 4 مأمور پلیس راه استان سیستان و بلوچستان در حمله مسلحانه. بیش باد. پس تا پایان با ما همراه باشیم. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. خب در بخش اول برنامه آقای واحدی به مسائل مشکلات ناشی از انتشار فیلم رابطه نامشروع مدیر کل ارشاد گیلان برای خانواده این فرد میپردازه و درباره وساطت اصولگراها برای فراموش کردن این عمل شنیع رضا ثقتی به بهانه دم بخ بودن دخترش صحبت میکنه و در ادامه به حمایت‌های دولتی ها از این جرثومه فساد میپردازه و میگه که چطور اینا گناه دارن، مردم گناه ندارن. خلاصه که جایی ندین، این برنامه جنجالی رو با هم تماشا کنیم. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، خامنه‌ای یه درخواست بامزه‌ای کرده، گفته که متهم قرآن سوزی در سوئد رو تحویل قوه قضاییه کشورهای اسلامی بدن که محاکم بشه. حالا نمیدونم از قوه مثلا تحویل قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدن که اکبر تبری رو آزاد کرده، یا تحویل قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدن که مرتضوی رو آزاد کرد، یا نه تحویل قوه قضاییه ترکیه بدن که قاتل خاشقچی رو آزاد کرد. تحویل کدومشون بدن؟ حالا این الحمدلله کشور اسلامی همه‌شون تو این مسائل خیلی زیادی خوشنامن. بگذاریم این موضوع فضاحتی که مدیر کل ارشاد گیلان به بار آورد، خب بازتاب زیادی داشته، انعکاس داشته، بسیار از نظر کردن. اما یه نکته برای من خیلی عجیب بود و اون این که بعضی از افراد که صبح تا شب تا همین چند روز پیش به بهانه حمایت از جمهوری اسلامی آنچه تهمت می‌خواستند به افراد به خصوص اپوزیسیون زدن، دروغ گفتن در مورد خاندان پهلوی، در مورد مراجع تقلید مخالف جمهوری اسلامی، در مورد حزب اللهی هایی که از جمهوری اسلامی برگشتن، در مورد مسلمانان شیعه ای که مخالف جمهوری اسلامی هستن، هر جور تهمت خواستن زدن. در محاکماتشون هر گونه اتهام ناروایی وارد کردن، به اینم حمایت کردن. حالا یادشون افتاده که آقا این درست خودش خطا کرد. اولا خطا مسئله شخصیه، ما حق نداریم منتشرش کنیم. اشاعه فحشا از خودش بدتره. یادشون رفته که صبح تا شب چه دروغایی در مورد دیگران میگفتن. و نکته دوم که به دروغ که مسئله شخصی تو خونش، خب علدن که البته درسته شما خودتون رو مالک بیت المال میدونید، اما خودتون هم میدونید که در مسئله خونه شخصی نبوده، این در مهمانسرای اداره کل ارشاد گیلان بوده. مسئله بعد این که مسئله شخصی جایی مطرحه که یک فردی که تا به حال خودش ادعایی نداشته و خودش هم حرمت شخصی افراد نگه داشته، نه کسانی که اگر آبروشون نره آنچنان مورد حمایت حکومت هستن که کماکان میمونن و دوستان بقیه دوستانشون هم که همین فسادها بدترشو دارن میمونن. اخیرا دیدید که هم در مورد اون الدنگی که سرود سلام فرمانده رو ساخته پرونده اومده بیرون که پرونده رو دارن ماسمالی میکنن و یک تصویر حالا دیگه هم فیلمی دیگه هم از یکی از قراء قرآن اومده بیرون که اینا همش ببینید بحث شخصی به ما ربطی نداره، اما وقتی که اینا در حکومتی هستن و پولهای مردم رو میگیرن برای پرونده سازی، برای پروژه سازی، برای نمایش سازی علیه خود مردم، این دیگه مسئله شخصی نمیشه. اما دیدم که یه عده از مثلا حالا کسانی که ظاهرا اصولگرا هم نیستن، حالا نیمه اصلاح طلب، نیمه مثلا معترض یا منتقد، یه بساط دیگه را انداختن که چی؟ که ایشون درست خودش خطا کرده اما گناه داره، دختر دم بخت داره، فکر آبروی دختر دم بختش باشید. من در این مورد میخوام صحبت کنم. اولا به نظر من بهترین کار برای اون دختر اینه که بیاد از پدرش اظهار تبری بکنه.
اگرچه اظهار دوری کنه و بگه قبول ندارم، اگرچه باید زودتر از این وقتی که پدر الدنگش میومد و هر نوع دهان نجسش رو باز میکرد و اسهالوار از زبانی که ناشی از یک مغز یبوست زده است علیه مردم، علیه کسانی که به برابر استانداردهای جمهوری اسلامی بدحجاب هستند یا به تعبیر من خوش لباس ها صحبت میکنن، باید میمدن موضعشون رو میگفتن. اگر واقعا تمام پوست و خون و رگشون ناشی از اون پدر کثیف نیست، کثیف هم که میگم اصلا من به مسائل شخصیش کار ندارم، همون اراجیفی که در مورد مخالفان حکومت میگفتن، در مورد معترضین میگفتن، در مورد به قول خودشون بدحجابان میگفتن، دختر که اظهار تبرع من نشینم جای گفته باشه، اما الان بیاد اظهار دوری کنه و بگه من پدرم رو قبول ندارم، نه بابت این کارش، این هنر نیست که به هر حال الان دیگه بیاد، نه باید بیاد از مواضع پدرش اعلام دوری کنه، وگرنه هر کسی که به لحاظ سیاسی با این پدر هم فکر باشه به نظر من ارزش نداره کسی براش دلسوزی کنه، چون اینها تا زمانی که مهم نیست که در گذشته چه کردن، تا زمانی که تریبونی داشته باشن، امکانی داشته باشن، تا زمانی که متاسفانه اکسیژن این کشور رو میسوزونن و تنفس میکنن و دم و بازدم دارن، برای مردم هزینه دارن و علیه مردم توطئه میکنن. به همین جهت اگر قراره کسی دلسوزی کنه، اول از این دختر، گفتن ایشون سه تا دختر دارن، بخت داره من نمیدونم کسی دلسوزی کنه، اول باید این دختر خانم اگر خیلی اعتبارش و آبروش برای خودش مهمه، اول خودش پیشگام بشه و در مورد پدرش صحبت بکنه. این نکته اول. اما نکته دوم از آن مهمتره. ما باید فرهنگ رو اصلاح بکنیم. اصلا پدر و مادر، اگر میگم این فرزند الساق به پدر خطاکار و پدر فاسدش، بازم دارم میگم فسادش فقط این بحثی که با یک نفر رابطه جنسی نامتعارف داشته نیست، فسادش اونجایی بوده که میومده خیلی با صدای محکم علیه بخشی از شریفترین اقشار این جامعه با عنوان پاک تینت و عفیفی که استاندارد حجاب اینها رو قبول نداره علیه اونا صحبت میکرده. و خب اگر واقعا این مشخص نشه که این دختر خانم ها عیناً الساق به پدرشون هستن، چرا بایستی اصلا کسی آبروی پدر رو با آبروی اینها یکی بدونه؟ بیایید دوستان خیلی از مسائل ما باید اصلاح بکنیم. من قبلا در مورد صحبت کردم. ببینید خود اول از همه به نظر من این نصیحت رو به خود حزب الله میکنم، همون کسانی که تو صفحات ما هم میان، اینا اغلبشون، دوستان من از سر ناراحتی نمیگم، اغلبشون ظاهرا سوابق بسیار بدی در خانواده هاشون بوده، بعد با استانداردهای خودشون و استانداردهای اخلاقی جامعه، پدر و مادران بدنامی داشتن، به همین جهت میبینید که با اسامی مستعار، یعنی شما میبینید اکثر قریب به اتفاق کسانی که میان در صفحات مجازی، در فضای مجازی و به نفع جمهوری اسلامی علیه مخالفان صحبت میکنن، با نام مستعار و عکس فیک میان. علتش چیه؟ علتش همین استانداردی که خودشون درست کردن که اگر پدر و مادری بدنام بودن، به خصوص اگر مادری بدنام بود، فرزندانش احساس خجالت میکنن. من میخوام بگم اینو باید اصلاح کرد. بله ما افتخار میکنیم اکثر ایرانیان که در خانواده های نجیب و عفیفی رشد کردن و رشد کردیم، اما به گمان من ما باید این فرهنگ رو اصلاح کنیم. گناه یک پدر و مادر رو چرا باید پای فرزندان نوشت؟ من قبلا بارها گفتم وقتی که بحث حرامزاده مطرح میشه، من چند بار تا حالا گفتم من اصلا این اصطلاح حرامزاده بر اساس تعاریفی که میکنم قبول ندارم، یعنی معتقدم که احراز حرامزادگی بر اساس این چیزی که اینا میگن کار اگر نگم غیر ممکن ولی خیلی سخته. بر اساس نگاه قانونی شرعی و اخلاقی، اگر زن و مردی که مانعی براشون نیست، یعنی زن شوهردار نباشه، یک زنی هست با یک مردی رابطه داشته باشه و فرزندی به وجود بیاد، این فرزند اصلا نمیشه گفت حرامزاده. من از بعضی از معممین سرشناس و سطح بالا شنیدم که اگر مانعی برای ازدواج وجود نداشته باشه، همونقدر خواسته قلبی ها رو، بله ممکنه بعضی معتقد باشن که باید بایستی یک روالی وجود داشته باشه، یک نظمی در کار داده باشه، که منم قبول دارم یک نظمی باشه، ثبت بشه، ولی بحث وقتی حرامزادگی رو مطرح میکنیم، اگر مثلا میخوام ببینم چه تغییری ایجاد میشه که سه کلمه یه نفر بگه فلان به اون یکم بگه قبل تو بعد بچه میشه حلال زاده، اگه نگن مثلا میشه حرام زاده، ولی فرض کنیم که اصلا این استاندارد هم درسته، اون بچه چه گناهی داره؟ یعنی اگر حرامی یک زن و مردی مرتکب شدن، بچه‌شون چه گناهی داره که ما انگشت اشاره رو به طرف اون ببریم بگیم حرام زاده؟ یعنی از جواد اصلاح کرد. حالا اگر امروز دیدم وزیر کشور دولت رئیسی گفته که 50% کودکان
غربی پدر ندارن، یعنی واقعا انقدر کثیف‌تر از این آدم پیدا میشه که نمیان اینجا عشق‌هایی که در خانواده هست رو ببینن. ولی حالا خب بسیاری از شماها که اگر قرار باشه معیار بگیرن، واقعا پیدا کردن پدراتون خیلی سخت‌تره. یه موقعی یه کمپینی راه انداخته بودن که به مسئولین بگیم فرزندانشون کجاست. من گفتم یه کمپینی بهتر راه بندازید، بیاید به این مسئولین بگید پدران شما کجا هستن. آدمایی که این حرفو میزنن جوابشون همینه. ولی به هر حال من معتقدم که حالا که یه دراو افتادن که این مدیر کل خطاکار دختران دم بختی داره، به خاطر اونها خدا رو در نظر بگیرید و اونها رو رسوا نکنید. من میگم خیلی حرف خوبیه، بازم میگم اگر اون دختران خودشون رو به لحاظ مالی و به لحاظ اعتقادی به پدر الساق نکردن، چه ربطی داره به اون پدر؟ پدر هر گندی هست باشه. اگر این دختران شخصیت مستقلی دارن و اگر با گزافه‌گویی پدرشون علیه بخش عمده‌ای از خانم‌های کشور همراه نیستن، اگر با مزخرف‌گویی پدر کثیفشون علیه مخالفان حکومت همراه نیستن و بگن این رو، اصلا چرا باید به خاطر پدرشون احساس شرمساری کنن؟ مگر کسی اختیار داره پدر خودش انتخاب کنه که بگه من یه پدر خوب انتخاب میکنم؟ ضمن اینکه اگر قرار بشه که در میان ارکان حکومتی مست گیرن، در شهر هر آن که هست رو باید بگیرن. ولی از اینجا که چون یه سری بندیرم حتی افراد غیر حزب الله یا غیر اصولگرا مثلا گفتن آقا به خاطر دختران دنبختش، من میام این فرهنگ رو اصلاح بکنیم. اصلا چرا این دختر بعد از کار پدرش خجالت بکشه؟ اگر قرار خجالت بکشه، باید از درشتگویی ها، از گزافه گویی ها، از مزخرف گویی ها، از اهانت های پدرش نسبت به بخش عمده از بانوان کشور احساس شرمساری بکنه، نه از حرکتی که پدرش کرده. این هر کسی ممکن در معرض خطا قرار بگیره. این هم همینطور. البته این افرادی که اینقدر مدعی بودن حتما بایستی رسوا بشن، چون یکی دوتا هم نیستن. و واقعا به شما میگم که اگر یه موقع من در مورد مده ها صحبت کردم، برید بپرسید، جامعه مده هایی که از بدنامترین جوامع ایران هستن. یه موقعی من نمیدونم بگم اسم فرد یا نه، میگم دیگه، حالا امیدوارم که منو ببخش اگر براش مشکلم پیش میاد. آقا بنو شکیبایی در بنیاد مشهد من باهاش آشنا شدم. ایشون این موقع من گفتش که من خیلی تلاش کردم خودمو کشتم تا برم جز خدام حرم امام رضا قرار بگیرم. این صحبت مربوط به 36 سال 37 سال پیشه، سال 67 68 اون موقع 34 5 سال پیش. بعد خب خیلی مراحل سختی هم داشت اون موقع. آقای تبسی بعد مثلا واعظ تبسی که چند سال پیش فوت کرد و ناصر پسرش جز اولین سردسته های اختلاس بود، و اینم بگم جالبه که در دادگاه تبرئه شد با حکم همین محسنه اژه‌ای. میدونید استناد که بابت رشوه گرفته بود، استناد کردن چونشون جهل به قانون داشته تبرئه‌اش کردن، نمیدونست رشوه گیری جرمه. خب پدر همون ناصر وای سبسی میگم من با سختی تونستم از آقای تبسی مجوز بگیرم، رفتم خدام شدم. چند شب گذشت با گریه رفتم از آقای تبسی، وقتی رفتم و خودم رسوندم بهشون گفتم آقای تبسی من حاضرم شلاق بخورم، ولی این بزنین با صدای بلند ادعا کنم که چقدر محیط اینها کثیفه و چه کارهای زشتی با هم دیگه انجام میدن. من نمیخوام همه رو متهم کنم، ولی میخوام بدونید که این لباسهایی که تحت عنوان این صحبت مال سال 67 یا 67 شده، آقای شکیبایی نامی بود که بنیادچید مشهد بود، فکر میکنم که اصالتا هم آذری بود ایشون. امیدوارم که براش مشکل پیش نیاد، حالا که من حرفو زدم برای 34 5 سال اصلا نمیدونم من خود در چه حالی الان، ولی میخوام بگم حتی جزئیات رو بگم. خب جامعه مداهان هم همینطور. میخوام بگم این افرادی که خیلی ادعا میکنن، افرادی که خیلی به پرپای مردم میپیچن، معمولا کثیف ترین افراد هستن خودشون و به جد باید رسوا بشن. اما من معتقدم باید یک اصلاح فرهنگی ایجاد شه. قبلا در این مورد صحبت کردم، چرا در جامعه ما طوریه که افراد متجاوز خیالشون راحته، میگه تجاوز میکنیم اما به خاطر قبحی که در جامعه ما وجود داره، به خاطر اینکه کسی مورد تجاوز قرار گرفت نمیرن شکایت کنن و اینا آزاد میگردن. همون کاری که مهدی خزعلی پس فطرت کرد، اومد از متجاوزی که به ریحان جباری تجاوز کرد حمایت کرد و انواع اتهامات رو به ریحان جباری خدا بیامرز وارد کرد. ما این چیزا رو باید اصلاح کنیم. چرا کسی که مورد تجاوز قرار گرفته باید خجالت بکشه؟ اتفاقا با این فرهنگ غلطی که ما داریم، حاشیه امنیتی میدیم به متجاوزان. یعنی طرف خیالش راحت میرم تجاوز میکنم، ولی طرف نمیتونه بگه. من شنیدم اخیراً در ایران میگن بسیاری از افراد، من
شرمندم که اینو میگم، خیلی شرمندم، ولی به هر حال دیگه قرار تعارف نداشته باشیم، ما نیاز به اصلاحات زیادی داریم. شنیدم میگن در ایران بسیار از افراد ترجیح میدن که اگر میخوان با زنان متعدد رابطه داشته باشن، تلاش کنن زن شوهرداری رو پیدا کنن که با شرایط برقرار کنن. چرا؟ چون معتقدن زن شوهردار جرئت نمیکنه اگر یه روز این آقا تصمیم گیره فعل کنه بره، جرئت نمیکنه بره لوش بده، برای اینکه خودش اول از همه دچار مشکل میشه. خب ما باید این مسئله حل کنیم دوستان عزیز. من نمیخوام بگم حالا این مورد زن شوهردار، ولی واقعیتش اینه که کسی بسیار از افراد مورد تجاوز قرار میگیرن، حالا چه دختر چه پسر. اینجا میده در آمریکا و در اروپا چون طرف گناهی نکرده، یک متجاوز بهش تجاوز کرده، اما ما با فرهنگ غلطی که داریم یک نفر به دختر تجاوز میکنه، پدر احمقش دختر رو میکشه، میگیم برای ما سرشکستگی داره. من یه موقعی یک کسی یه پرونده‌ای رو دیدم، جزئیات پرونده‌ای که چند نفر در یکی از شهرستان‌ها به چند تا خانم تجاوز کرده بودن. دو تا بعد عجیب داشت این پرونده. یکی این که با راهنمایی و که می‌خوام ببینم چقدر فضای کثیفی ما خودمون کمک کردن درست بشه. یکی اظهارات اون متجاوز در دادگاه بود که گفته بود که این خانم خودش هم رضایت داشت. تو این دختر باکره بود که تجاوز کرده بود. بعد در حضور شاکی، در حضور پدر شاکی و افراد دیگه، بعد من معذرت میخوام بگم ولی واقعا مصیبت های جامعه است، میگفتش که قاضی ازش پرسید تو از کجا فهمیدی که خودش رضایت داشت؟ گفت برای اینکه بدنش خیلی تمیز بود و خودش کاملا نظافت کرده بود. یعنی ببین این، بعد گفتن وکیل اشاره شده که تو اگه اینو بگی قاضی میگه خب پس آره لابد دختر خودش هم کرمی داشته. این یه نکته. نکته دوم گفتش که من وقتی پدرم فهمید به من گفت ای کاش تو رو کشته بودن و این ننگ برام نمیومد. ببینید این مصیبت جامعه ماست. یعنی یکی تجاوز کرده، به چند نفر اونو تجاوز کرده، فقط یک نفر نبود که اعدام هم شدن، ولی پدر میاد به جایی که از دخترش حمایت کنه میگه ای کاش کشته بودن تو رو به جایی که به تجاوز کردن. خب ببینید این فرهنگا رو باید اصلاح کنیم. اگر دختر دم بختی برای این آقای سقط شده، آقای رضا سقطی وجود داره، دخترش اصولا گناهی نداره. اگر گناهی باشه به خاطر حمایت از تفکر پلید و کثیف پدرشه، نه به خاطر نسبت دختر و پدری. میگم هیچ کدوم از ما اختیار انتخاب پدر مادر نداریم. ممکنه اختیار انتخاب همسر داشته باشیم، ممکنه انتخاب دوست، همکلاس، معلم، نمیدونم اینا انتخاب داشته باشیم. حالا جمهوری اسلامی اینا رو از مردم گرفته، حتی در دوستیابی باید ظاهرا بر اساس استانداردهای جمهوری اسلامی باشه، مثلا در انتخاب محل کار، در انتخاب پوشش، در چه حاضر نداریم. ولی به هر حال اون چه مسلمه در انتخاب پدر و مادر کسی اختیار نداره. پس چرا باید ما اصلا بپذیریم که یک دختر دنبخت اگر پدرش همچین چیزی شد براش سرشکستگی باشه؟ بله ببینید این به کوتاه مدت حل نمیشه ها، قطعا برای این دختر خانم ها، دختران این آقا حتما مسئله درست میکنه، اما چون مطرح شده من دارم میگم ما باید مسئله رو اصلاح کنیم و میتونیم اصلاح کنیم. یعنی بگیم هممون کسی که مورد تجاوز قرار گرفته نباید احساس سرشکستگی کنه، به خصوص حالا من در زمینه انقلاب 1401 میگم، به خصوص کسانی که در راه مبارزه دستگیر میشن و مورد تجاوز قرار میگیرن. این تجاوز هزینه قهرمانیشون، هزینه ایستادگیشونه. اون متجاوز رو باید بیشتر مجازات کرد. ما چرا خانواده ها تلاش میکنن مسائل مخفی کنن؟ با این کار حاشیه امنیتی میدید به متجاوز، همونطوری که به احتمال قوی مثلا شاگردان سعید طوسی اگر از اول خجالت نمیکشیدن که برن شکایت کنن کار به اونجا نمیرسید. و همین الدنگ هم حتما با افراد زیادی رابطه داشته، ولی چون افراد خجالت میکشن، حالا تو یه نفر پیدا شده اومده دوربین کار گذاشته و فیلم گرفته، مطمئن باشید این نفر اول و آخر نیست، کسی که با این راحتی، با این آسایش، با این آرامش و طمأنینه این کار انجام میده، نه اولینش بوده و نه اگر لو نمیرفت آخرینش بود. قطعا اگر فضای جامعه ما فضای نبود که قربانی تجاوز رو محکوم میکنه و بعضی از خانواده ها بچه‌ای که مورد تجاوز قرار گرفته میکشن، حتما این الدنگ ها فرصت نمیکنن تا این حد پیش برن که اینقدر وقاحت داشته باشن که در مهمان سرای اداره کل ارشاد گیلان کار انجام بدن. این نکته اول. یعنی به نظر من کمک کنید دوستان عزیز. ببینید از سعید طوسی شکایت شد به جای نرسید، من حرف شما رو قبول دارم، اما اگه خبرش منتشر، اگه نفر اول میرفت گفت، نفر دوم میرفت گفت، بقیه مردم بچه‌هاشون نمیفرستادن اونجا، حداقلشه. من که قطعا جمهوری اسلامی، اصلا قوه قضاییه جمهوری اسلامی که میخواد میگه عامل قرآن سوزی رو بدید ما محاکمه کنیم، مرکز فساد و فحشاست خودش.
در اینکه بحثی نیست اصلا. من یه نمونهشم رئیس دادگاه مدنی خاص مستقل در بانی جدید گفتم اصلا بحث نیست. بحث بر سر اینکه اگر افشا میشد نمیتونستن. اگر اون معلمی که در مدرسه فوتبال مشهد بارها و شاید سالها این کارو میکرده، نفر اول و دوم و سوم، حالا یا بچه‌ها میترسن برن به خانواده‌هاشون بگن یا خانواده‌ها به خیال خودشون احمقانه فکر میکنن، آبروداری میکنن و چیزی نمیگن، اگه میگفتن لاقل تعداد قربانیان کم میشد. من از این جهت دارم میگم، وگرنه اینکه فکر کنید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از رأسش فاسد هست و حامی فاسد تا پایین، در این که اصلا بحثی نیست. خب این یه بعد قضیه است. اما بعد دوم قضیه اون حماقت کسانی که میگن دیگه منتشر نکنیم، یعنی هنوز معلوم درک صحیح از قدرت فضای مجازی ندارن. من اصلا نظری ندارم در مورد کسی منتشر بکنه یا نکنه، اما که تو فکر کنی یه خبری که در فضای مجازی منتشر شده میتونی بگی آقا جلوشو بگیر از حالا، این نشون دهنده ای که ما چرا به اون میجوری رسیدیم. یعنی حتی کسانی که ادعا میشه بعضی افراد مثل آقای مصطفی فقیهی که خودش در جزء اصحاب رسانه است، یعنی اینقدر نمیفهمه که این خبر خبری نیست که دیگه بشه کنترلش کرد. ببینید من میگم اصلا ارزش گذاری نمیکنم که آیا انتشار خبر کار درستی یا نه، که منم معتقدم که اگر اون فرد یک فرد عادی بود و یک خطایی کرده بود ما حق نداشتیم در این مقیاس وسیع انجام بدیم. اما مگه جمهوری اسلامی رعایت میکنه؟ یادتون در مورد خانم زهرا امیرابراهیمی چه کردند؟ یادتون هست یا نه؟ چرا همین کسانی که این روزا دارن نصیحت اخلاقی میکنن یکیشون روز نمیاد آقا اون موقع طالب مثل الانم نبود، یعنی در این حد توییتر و نمیدونم اینستاگرام و ثرد زونه نبود، سی دی پخش میکردن افراد. کدوم یکی از کسایی که امروز نگران دختر دم بخت این سقطی هستن اون روز نگران این دختر ایرانی بودن که حالا اونم قربانی یک نوعی از تجاوز واقع شده بود؟ من بازم میگم اگر بحث این نبود که این فرد یک انسان، یک موجود خبیث بی اخلاقه که علیه همه کسانی که مخالف حکومت و مخالف خامنه‌ای هستن هر حتاکی میکرده، دهان گشادی میکرده و زبان ناپاکشو گفتم اسهالوار فعال میکرده، اگه این نبود میگفتم مسئله شخصی ما اصلا نباید واردش بشیم. اما حتی اگر این بود، کسی که میاد میگه تو رو خدا دیگه خبر رو منتشر نکنید، معلومه هیچ درکی از فضای مجازی نداره، که فضای مجازی اصلا این توصیه احمقانه ایه که تو فکر کنی که الان میگه آقا منتشر نکن، خیلی خب من دیگه منتشر نمیکنم، ولی نفر میشینه میخواد در مورد مثلا گشت ارشاد سرچ کنه، خبرم نداره، میزنه ارشاد یوم میاد نیست بارش میاد مدیر کل ارشاد گیلان، میره طرف بازم من و شما منتشر نکنیم، مگه از صفحه از دنیای مجازی پاک میشه؟ من نمیدونم کسایی که توصیه کردن میخوان ادای خیلی اخلاق مداری در بیارن یا زد و بندی دارن میخوان یه نوعی روابط خودشون رو با این پس فطرت‌های حکومت حفظ کنن یا از حماقتشون که همچین چیزایی میگن. من عرض میکنم قسمت اول صحبتمو خواهش می‌کنم توجه کنید که بله، من هم معتقدم که نباید دختری قربانی بدی پدرش بشه، به شرطی که خودش مثل پدر بد نباشه یا از اون بدتر نباشه، یعنی باید رفت سوابق خانوار در بود. آیا تا به حال یک بار اظهار در واقع تنفر، حتی تنفر نه، اظهار عدم همراهی با پدرشون داشتن به خاطر مزخرفاتی که پدرشون میگفته، اون کارگاه‌هایی که راه می‌انداخته که ظاهراً کارگاه‌های افاف نبوده، خانه افاف بوده؟ یا اگر نه، امروز های حاضرن پدرشون رو به خاطر، نه به خاطر این حرکت زشت، به خاطر مواضع سابق محکوم کنن. اگر محکوم کنن همه ماها موظفیم بارنش ازشون دفاع بکنه به عنوان یک هموطنی که اون هم قربانی یک پدر ناپدر هست. این ناپدر با ناپدری فرق میکنه، ناپدری ها بسیارشون از پدر بهترن، ناپدر یعنی که جایگاه شأن پدر رو نداره. اما در کنار اون که باز تاکید میکنم به هیچ وجه نباید ما این فرهنگ رو باید اصلاح کنیم که به طور کلی در مورد این فرد به خصوص، که این فرد به خصوص یک سری قیودی در مورد حرف من است، عرض می‌کنم دخترش باید ازش اظهار عدم رضایت بکنه از رفت مواضع پدرش و باید اعتراض کنه، چون الان ما در یک میدان جنگی هستیم که باید جبهه ها مشخص باشه. ولی اصل مسئله اینه که ما چرا باید، تکرار می‌کنم، علتش اینه که می‌خوام مسئله خیلی دوستان با هم بحث کنیم، چرا باید قربانی تجاوز احساس شرمندگی کنه به جای متجاوز؟ چرا یک دختر باید شرمنده رفتار پدرش بشه؟ مگر دختر اختیاری در انتخاب پدرش باشه که حالا به شرمنده اون انتخاب باشه؟ و نکته دوم که خیلی مهمه،
من به تعجب میکنم از کسانی که این روزها دارن سنگ به سینه میزنن و میگن که این خبر رو تو رو خدا منتشر نکنید، دختران در این وقتش رحم کنید. معلومش این افراد هیچ چیزی از فضای مجازی نمیشناسن، نمیفهمن که هیچ کسی، هیچ دولتی، هیچ قدرتی، هیچ کسی نمیتونه محدودیت ایجاد کنه. یعنی اگه از همین الان دوستان، اگه از همین الان تصمیم بگیرن همه افراد یهو یک پتکی رو سرشون بخوره و تصمیم بگیرن که یا ذهنشون اصلا یادشون بره فضای مجازی وجود داره، دسترسیشون قطع شه، دیگه منتشر نکنن. آیا یه همچین خبری قابل کنترل؟ یعنی اصلا این تصور که کسی فکر کنه خبر منتشر شده در فضای مجازی رو میشه کنترل کرد، نشون دهنده یا حماقت یا فریبکاری. یعنی در واقع طرف یه چیزی میگه که یه خوششون بیاد، خودش هم میدونه قابل اجرا نیست. ازتون خواهش میکنم که روی مسئله دقت داشته باشید، ولی خواهش هم اینه که دوست ببین شروع کنیم. من که از چند سال پیش، از دو سال پیش گفتم، ولی از همین امروز هم شروع کنیم، جای قربانی و متجاوز رو عوض نکنیم. قربانی تجاوز گناهکار نیست و نباید احساس شرمندگی کنه. پدر و مادر کسی که، ممنونم آناهید عزیز، پدر و مادر کسی که مورد تجاوز واقع شده نباید احساس سرشکستگی بکنن، ربطی به اونها نداره. اولین کسی که قربانی تجاوز یک نفر واقع میشه باید بیاد بگه، برای اینکه اگر میخواد کار درست بکنه، برای اینکه بعدی ها مورد قربانی قرار قربانی نشن. و راهش چیه؟ راهش این کسی که میاد اولین نفر میگه، همه انگشت در واقع انگشت نما نکنن اون رو که آقا این همون کسی که بهش تجاوز شده، این رو باید اصلاح کنیم ما و بپذیریم که اگر یک پدری انواع فساد هم داشته باشه میتونه دختران و پسران داشته باشه که پاک تینت باشن، پاک سیرت باشن. البته میگم حتما یک پدر و مادر بر تربیت فرزندانشون اثر دارن، اما اصلا جامعه امروز جامعه 50 سال پیش نیست که همه عناصر تربیتی یک فرزند، یک دختر، یک پسر مربوط به دوره‌ای باشه که در خونه بوده. نه، امروز تأثیر والدین بر تربیت فرزندان تأثیر بسیار کمیه، چه پدر مادر خوب چه پدر مادر بد، برای اینکه روابطی که در مدارس هست، بیرون هست، فضای مجازی هست. اما میخوام بگم حتما هممون قبول داریم یک پدر و مادر خوب یا بد تفاوت داره، ولی قبول کنیم که باید وارد این فاز بشیم. به هیچ وجه گناه پدر و مادر رو به پای فرزندان ننویسیم. هیچ تضمینی وجود نداره که، ببینید یه خورده من برام بالاترش، هیچ تضمینی وجود نداره که یک دختر یا یک پسری که در خانواده خوب هم بزرگ شدن و الان هم ظواهرشون خوبه، اولا باطنشون هم خوب باشه و ثانیا در ادامه هم خوب بمونن. تغییرات آدم‌ها خیلی سریعه در این روزها و عوامل تغییر بسیار زیاده، عوامل مؤثر بر تغییر بسیار زیاده که خارج از کنترل پدر مادر که چرز کنم، خارج از کنترل کل حکومت هم هست، مگر حکومت جمهوری اسلامی که تمام توانش رو گذاشته که مقابله کنه با مسائل مؤثر بر رفتار جوانان و جوانان موفق بوده. مگر دین، قرآن، خدا، پیغمبر تونسته جوانان رو کنترل کنه که شما فکر کنید یه پدر مادر میتونن کنترل کنن؟ یا اصلا پدر مادر اختیارشون چقدره؟ الان ببینید با توجه به خصوص، من حالا به شما بگم، در مورد بسیار از خانواده ها ساعات بیداری که پدر و مادر با بچه‌هاشون هستن شاید یک پنجم، یک چهارم، یک سوم ساعتی که این بچه‌ها بیرون از خانه با دیگران هستن. یعنی پدر و مادر هر کدوم باید دو شیفت، سه شیفت کار بکنن. خیلی ها به قول بنده خدا میگفتش که من نمیدونم چند تا بچه دارم، برای اینکه شب هوا تاریک میرم خونه، صبح هوا تاریک از خونه میرم بیرون. خب ببین دوستان عزیز، با این وضعیتی که ما تصور کنیم که حالا پدر و مادر تنها عنصر هستن، من میخوام بگم تقریبا پدر و مادر یواشوش دارن اصلا از گردونه حذف میشن با به برکت جمهوری اسلامی که پدر و مادران حتی در تأمین با دو شیفت سه شیفت کار کردن در تأمین خانواده مشکل دارن. دیگه کار تربیت کجاست؟ خواهش میکنم در این مورد با کسانی که این حرف رو میزنن، میگم الان به خصوص کسانی که دارن دلسوزی برای این دختران دم وقت رضا سقطی میکنن، اولا به این دختر و پسرها تحت، اینا دخترها رو تحت فشار بگذارن که موضع خودشون نسبت به مواضع کثیف پدرشون، نه نسبت به این حرکت آخر، که حرکت آخر حتما عقبه داشته، ولی اونیش که بر جامعه اثر میگذاره مواضع سیاسی این فرد، اون یک مدیر دولتی که پول مردم رو میگرفت علیه مردم کار میکرده. از این موضوعش که بگذریم، منم موافقم با کسانی که میگن، اما اگر کسی فکر کنه که فضای مجازی رو میشه جلوشو گرفت، یا ناشی از حماقت یا خودفریبی یا مردم فریبی. ممنونم از همراهیتون، شب و روزتون خوش. بفرما، اینم از انقلابی دو آتیشه. انقلابی های دو آتیشه چی هستن؟ لواتکارن، وای داغن اینا، زن و مرد و پیر و جوان، اثر خرم آدم نمیگذرن. چی دارین میگین؟
خب بریم سراغ بخش دوم. در حمله مسلحانه به ماشین گشت پلیس راه در سیستان و بلوچستان در محور خاش به تفتان 4 مأمور کشته شدند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که تروریست‌ها با کمین در مسیر خودروی پلیس راه خاش به تفتان سمند پلیس راه رو به رگبار بستن و به سرعت از محل متواری شدن. استواری کم محمد رضا اسماعیلی، استواری کم رضا شیخی، استواری کم حسن وحیدی و صدفانی کم مهدی اللهپور در این حمله متاسفانه کشته شدند. نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه گفته که این اقدام ناجوانمردانه حتما بی پاسخ نمیمونه و درس پشیمان کننده به تروریستا میده. مهدی شمس‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان هم گفته که دستور قضایی برای دستگیری عوامل این حادثه صادر شده. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفتن، اما اینکه اونا چه جوری و برای چه کسایی دستور دستگیری رو صادر کردن نمیدونیم. ماه استان سیستان و بلوچستان با بحران امنیتی روبرو هست. شنبه 17 تیر ماه گروهی مسلح به کلانتری 16 زاهدان در حوالی مسجد مکی حمله کردند. 6 نفر از ماموران مرزبانی سراوان هم 31 اردیبهشت در درگیری با یک گروه مسلح کشته شدند. در برخی رویدادها این درگیری ها موردی بوده. بعد از کشتار مردم زاهدان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم در جریان اعتراضات ضد حکومتی که از شهریور 1401 آغاز شد، وضعیت در استان سیستان و بلوچستان به شدت بحرانی شد. قطعا مردم سیستان و بلوچستان کشتار و جمعه خونین زاهدان رو هرگز فراموش نمی کنن. کشتار مردم بیگناهی که قطعا فقط برای نماز خوندن رفته بودند. از اون زمان به بعد بود که 10 نفر از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در گوش و کنار این استان کشته شدند. یاسر عبدعلی، معاون اطلاعات نیروی انتظامی خاش، سروان قربان‌علی پیری، فرمانده پاسگاه سوسولی هنگ مرزی زابل و سرگرد علیرضا شهرکی، رئیس پلیس آگاهی سراوان در فهرست افرادی قرار دارند که در این مدت در حملات مسلحانه کشته شدند. مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی تا پیش از توافق امنیتی با عربستان سعودی عموماً عملیات‌های مرزی با برخی درگیری‌های درون شهری رو به آل سعود و سرویس‌های امنیتی عربستان نسبت می‌دادند. اما تو 3-4 ماه گذشته و با وجود افزایش موارد درگیری، مقامات و رسانه‌های داخلی اشرار و قاچاقچیان و گروه‌های تروریستی رو متهم به این حملات می‌کنند. تحلیلگران سرکوب شدید حکومت در منطقه، اعدام‌های فله‌ای، حمله مرگبار به سوختبران و تبعیض و بی‌عدالتی و فقر رو از عوامل گسترش خشونت در استان‌های محروم می‌دونن. سابقه نشون میده حکومت وقتی دستش به دستگیری عوامل اصلی حملات مسلحانه نمیرسه، مردم عادی رو با انواع بهانه‌های امنیتی بازداشت می‌کنه و زیر شکنجه از اونها اعتراف می‌گیره و با اجرای حکم اعدام اونها پرونده‌های پیگیری این حملات رو مختومه اعلام می‌کنه. خب عزیزان و دوستان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم که مثل همیشه نظراتتون رو با ما به اشتراک میذارین. تا برنامه بعدی، بدرود.